میدونستید حامد بهداد با بیش از 50 سال سن هیچ وقت ازدواج نکرده و دلیل این ازدواجش هم خشم زیادیه که نسبت به خانوم ها داره؟ با ما همراه باشید، راجع بهش صحبت میکنیم و حواشی زندگیش رو بررسی میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب حامد بهداد متولد 26 آبان ماه سال 1352 هستش. اون اصالتاً مشهدی هست ولی متولد شهر تهرانه. تحصیلاتش لیسانس بازیگری از دانشگاه آزاد تهران هستش و به کمک آشناییتی که با رامبد جوان داشت و یه جورایی توی شرکت تبلیغاتی اون کار میکرد موفق شدش به تلویزیون و بعد سینما راه پیدا کنه. کودکی حامد بهداد به واسطه شغل پدرش توی شهرهای تهران، نیشابور و مشهد گذشتش. ولی خب حامد بهداد همیشه گفته که عرق خاصی نسبت به مردم خراسان داره و تعصب عجیب غریبی به زادگاهش داره. حامد بهداد کودکی نسبتاً سختی رو داشت و توی سنین خیلی پایین پدرش برشکست شد و مجبور شدن که به شهر مشهد به خونه پدریشون نقل مکان بکنه. و اونجور که خودش میگه توی دوران کودکی زندگیشون با فقر همراه بود و خیلی سخت میگذشت. از همون کودکی حسابی علاقه داشت به بازیگری و تئاتر. واسه همینم توی سال 61 وقتی که فقط 9 سال سن داشت اولین تجربه بازیگریش رو توی تئاتر انجام داد. بهداد میگه که اون زمان عشق زندگیش مارلون براندو بود، واسه همینم همه فیلماش رو دنبال میکرد و سعی میکرد الگو برداری ازش بکنه. حامد بهداد به خاطر علاقهش به بازیگری تصمیم گرفت که توی دانشگاه هم تحصیلات آکادمیک بازیگری رو داشته باشه. واسه همینم توی دانشگاه آزاد تهران رشته بازیگری رو قبول شد. ولی خب شرایط مالیش اون زمان خوب نبود و فقر شدیدی رو تحمل میکرد و نمیتونست شهریه حتی دانشگاهش رو پرداخت بکنه. واسه همین مجبور شد توی دوران دانشجویی در یه شرکت تبلیغاتی به عنوان دستیار استخدام بشه و اونجا مشغول به کار بشه. جالب بدونید که این شرکت تبلیغاتی اسمش شرکت تبلیغاتی زیتون بود و متعلق به رامبد جوان بود. همینجا بودش که آشنایی حامد بهداد با رامبد جوان شکل گرفت، تا جایی که آشناییشون به دوستی ختم شد و تو اون دوران رفیق فابریک هم دیگه بودن، تا جایی که حتی خونه همدیگه می رفتن و می گفتش که رامبد اون موقع با پدر مادرش زندگی می کرد و من هم به خونه اونها می رفتم و حتی جایی برای خوابیدن داشتم و غذا هم همونجا می خوردم و برادر رامبد و پسر اون خونه به حساب می اومدم. اون زمانها توی اوایل دهه 70 رامبد جوان هم آنچنان توی بازیگری و سینما معروف نشده بود، ولی خب در یه فیلمی که همایون اسدیان میخواست بسازه به اسم فیلم آخر بازی، رامبد جوان موفق شده بود یه نقش بگیره برای خودش توی سال 79. ولی خب به یک باره تصمیم گرفتش که به جای خودش حامد بهداد این نقش رو بازی بکنه و با همایون اسدیان صحبت کرد و حامد بهداد رو به عنوان جایگزین خودش معرفی کرد. در نهایت هم حامد بهداد اولین تجربه بازیگریش رو در کنار همایون اسدیان انجام داد توی این فیلم و به خاطر همین فیلم هم موفق شدش توی 27 سالگی نامزد دریافت سیمرغ بشه. همین کاندید شدن توی جشنواره فجر باعث شدش که حامد بهداد بیشتر دیده بشه. تو همون سال سریال همسفر در اپیزود فردا دیرست موفق شدش که به قاب تلویزیون ورود بکنه. بعد از اونم در سال 81 در سریال جستجو در شهر بازی کردش. اما میتونیم شهرت حامد بهداد رو به خاطر بازی متفاوتش توی فیلم سینمایی بوتیک ساخته حمید نعمت‌الله بدونیم. اون توی سال 82 در کنار محمد رضا گلزار، گلشیفته فرانی و رضا رویگری تونست توی این فیلم خوش بدرخشه و مورد توجه افراد مختلف قرار بگیره. حامد بهداد علاوه بر بازیگری توی صنف‌های دیگه هم ورود کرده. اون دوبلور خیلی خوبی هم هست، کار تهیه کنندگی هم انجام داده، خوانندگی و موسیقیش رو هم احتمالاً اکثرتون دیدید. اون توی سال 1386 تهیه کننده یه فیلم کوتاه ایران 66 و مجری طرح فیلم کوتاه فصل خاک بود.
حامد بهداد یه زمان شعر هم مینوشت و اونجور که خودش میگه، میگه مدتی شعر مینوشتم اما شعرام زیاد خوب از آب در نمیومد. برای همینم رفتم به جای شعر ساز رو یاد گرفتم. شروع کردم به ساز زدن، کنارش مطالعه میکردم، نقاشی میکردم و کارهای هنری مختلف رو تست میکردم. همیشه هم زحمت میکشیدم و تلاش میکردم که شرایط سالمتری در اون خودم ایجاد بکنم. حامد بهداد کلن خودش رو آدم فوق‌العاده جدی میدونه، ولی میگه تو همون لحظه که خیلی جدی هم هستم راحت میتونم شوخی بکنم و فضا رو عوض بکنم. حامد بهداد در مورد بزرگترین ترس زندگیش هم میگه من از اینکه ضربان قلبم پایین بیاد میترسم، از اینکه توی تنهایی و حتی توی آرامش بیش از حد هم باشم میترسم. این جدیت من در چیزهای مختلفم شاید بیشتر تظاهر باشه، وگرنه من اونجوری هم زندگی رو جدی نمیگیرم و سعی میکنم زندگی رو تجربه بکنم حتی به غلط. حامد بهتاد از علاقه دوران بچگیش هم میگه که به موسیقی خیلی خیلی علاقه داشت، ترانه‌های مختلف رو هم دوست داشت و سعی میکرد مثل خواننده‌اش بخونه، ولی فعالیت جدی موسیقیش برمیگرده به سال 93 وقتی که همکاری ای رو با گروه دارکوب انجام داد و چند تا ترانه توی آلبوم اونها اجرا کرد. بعد از اون هم در آلبوم ساعت 25 رضا یزدانی یه آهنگ رو با اون همراهی کرد و آهنگ میادگاهش رو با هم خوندن. توی یه سریال هم به اسم مثل یک کابوس تیتراژ فیلم رو حامد بهداد اجرا کرد. سریال دندون طلا رو هم اگه دیده باشید یکی از بازیگرای اصلیش حامد بهداد بودش که به عنوان خواننده در قسمت‌های مختلف فیلم حضور داشت و اجرای چند تا از آهنگ‌های قهوه‌خونه‌ای قدیمی رو توی این فیلم اجرا کردش. به شدت علاقه داره به عکاسی و در سال 87 هم اولین نمایشگاه عکس خودش رو با 35 موضوع و کادر با محوریت سینما در گالری شیرین به نمایش گذاشت. حامد بهداد در مورد عمق دوستیش با رامبد جوانم میگه خیلی فراتر از چیزیه که مردم میبینن یا فکر میکنن که ما دوست هستیم. یه بار احساس کردم که دیگه مثل قبل با رامبد دوست و رفیق نیستم. به او پیامک دادم و گفتم که میدونم دیگه بهترین دوست و رفیق تو نیستم. میدونم که فلانی رو از من بیشتر دوست داری. پس از این به بعد رفتارم رو بر اساس این تنظیم میکنم. که میگه رامبد توی جواب این پیامکش بهش گفته خیلی احمقی اگه فکر میکنی که بین دوستایم کسی رو به اندازه تو دوست داشته باشم. و باز من جواب دادم که پس من رفتارم رو بر اساس آخرین پیامک تو تنظیم میکنم. جالب بدونید که حامد بهداد ورزش مورد علاقهش بوکس هستش و به گفته مربیان تیم ملی اون حتی میتونست توی این ورزش پیشرفت بکنه و به تیم ملی هم اضافه بشه، ولی خب ترجیح دادش که به سمت بازیگری بره علارغم اینکه استعداد خوبی هم داشت و توی نوجوانی در مقطع استانی موفق شده بود مقام هم به دست بیاره. حامد بهداد با اینکه بیش از 50 سال سن داره ولی ازدواج نکرده و گارد خیلی زیادی نسبت به زنهای ایرانی داره. بارها صحبت‌های جنجالی رو هم در مورد خانم‌ها انجام داده و گفته زنهای ایرانی خیلی خشن هستن. تا وقتی هم کتکشون میزنی شکایت میکنن و میرن از حقوق زنها حرف میزنن. به جای اینکه مثل زنهای مالزی بعد از کتک خوردن دستشون رو به روی سینه بذارن و تعظیم کنن و بگن ارباب عفو بفرمایید، تهدید میکنن که مهریم رو میذارم اجرا و پدرت رو در میارم. مادراشون هم که همه حسودن و باعث میشن که زندگی نابود بشه. بچه‌رم بر میدارن با خودشون میبرن خونهشون و تهشم تو رو میندازن زندان. اما با همه این گاردی که حامد بهداد نسبت به خانومها داره با چند تا خانوم بازیگر دوستی قدیمی داره. از جمله باران کوسری که میگه بیش از 20 ساله با حامد بهداد دوست هستش و به دلیل رفاقتی که با هم دارن میتونن در زمان کار درک بسیار خوبی از هم داشته باشن و واسه همینم توی فیلم‌های مختلف زوج هنری خوبی رو با هم تشکیل میدن. حامد بهداد توی فیلم‌ها و سریال‌های زیادی بازی کرده که از جمله اونها میتونیم به قصر شیرین، جاندار، مارموز، نیمه شب اتفاق میافتد، هفت ماهگی و خیلی فیلم های دیگه اشاره بکنیم.
ممنون دوستان برای همراهیتون با این ویدیو. حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به حواشی زندگی حامد بهداد بنویسید. اگه با کاری یا فیلم یا سریالی از این هنرمند هم ارتباط بیشتری برقرار کردید، حتما اسم این فیلم رو برامون تو بخش کامنت ها قرار بدید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.